به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. امرالله صالح. مرگ فردین امینی تروریستی نیست، اما خانواده او حق دارند خواستار تحقیقات عمیق شوند. دستگاه دولت مکلف و پاسخگویی است و این مکلفیت برای ما عزیز است، اما اگر این خانواده داغ دیده اصرار بر مرموز بودن قتل دارند، پس پلیس مجبور خواهد بود که تمام اعضای خانواده و تمام فامیل را به تحقیق احضار نماید. هر قتل را مرموز خواندن و بعد حکومت را متهم کردن نه انصاف است و نه قانونی. پلیس به خاطر احترام به عزت خانواده ها بسیاری اوقات نمی خواهد جزئیات بدهد. از این احیای پلیس نباید سوء استفاده گردد. من به پلیس هدایت دادم که از این به بعد در قضایای جنایی اگر کسی بخواهد به بایگیری بپردازد، از ادبیات حقوقی بیرون رفته و اصل قصه را با شد و مد به مردم بیان نمایند تا فشار روانی بر نیروهای پلیس از کشفی و امنی کم شود. همچنان نوت پنجم، گفته اید که کار تحقیق روی پرونده شهید سیاوش به کجا رسید؟ من روز پنجشنبه با مسئولینی که قضیه را عمیقا زیر بررسی دارن حرف زدم. دوسیه همچنان زنده است و هر روز پیگیری میگردد. من گفته بودم سرنخهای خام و ابتدایی به دست آمده است. چنگ زدن و سرنخ ابتدایی و برآمد بر آن توقع بر اساس ایجاد می نماید. ما بالای قضیه کار داریم و حتما ملت را در انگام دستیابی به نقطه در گیریان خواهیم گذاشت. نوت ششم، از جناب محترم جمعه خان همدرد که با ارسال نامه از ادارات زیردخل در میثاق امنیتی خواسته است که معضله بندش کوچه های خانه شان را مشترک حل نمایند، سپاس می نماییم. نمره هفتم، نیاز به تغییر در قانون. متاسفانه قانون در برابر کسانی که به اصطلاح معتادند و دست به جرم می زنند مانند سرقت موبایل خاموش و مبهم است. اکنون با سرمولی در بحث هستیم که این معضله حل گردد، اما به حوزه های پلیس هدایت داده شده است که چیز به نام ترحم به بهانه اعتیاد به مواد مخدر به جرم پیشگان نداشته باشند. انتقاد از پست فیسبوکی امرالله صالح، شیعه حراسی ممنوع. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به یک پست فیسبوکی امرالله صالح درباره تهدید شیعان توسط داعش گفته است که مسئولان باید در تبلیغاتشان مسئولانه عمل کنند. شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور هم بدون ذکر نام آقای صالح او را از شیعه حراسی برحذر داشته و از نوع اطلاع رسانیش انتقاد کرده است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد که طالبان داعشی در یک پیام کتبی هشدار دادند که اگر زندانیان آنها اعدام شوند کابل را به مسلخ شیعه ها تبدیل خواهند کرد. امرالله صالح که مدیریت تامین امنیت شهر کابل را بر عهده دارد، شنبه 22 قوز در فیسبوکش نگاشته است که طالبان داعشی از طریق این پیام کتبی همچنین اجدار دادند که افراد اقتطاف شده را سر خواهند برید. نحو اطلاع رسانی معاون نخست ریاست جمهوری از این موضوع واکنش ها و انتقاد هایی را در پی داشته است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به گفته های امرالله صالح گفته است که مسئولان باید در تبلیغاتشان مسئولانه عمل کنند. آقای محقق در صفحه فیسبوکش نگاشته است روایت شیعه کشی طالبان در کابل از زبان یک مسئول بلندپایه دولتی فضای ناامنی روانی را علیه جامعه شیعه ها تشدید می کند. نباید ایواز اصلاح ابرو چشم را کور بسازیم. همچنین شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به این موضوع گفته است که شیعه حراسی ممنوع. مرتضوی در تویترش نگاشته است داعش و طالب دشمن بشریت و مردم افغانستان است. ما نباید در ادلال رسانی بخش حراسی دامن بزنیم. نوه و شیوه ادلال رسانی ما باید مسلکی شود و به جنگ روانی دشمن کمک نکند. امرالله صالح در ادامه همان پست تاکید کرده است که بر ریاست امنیتی کابل دستور داده که به تمام طالبان و داعشی که در چنگال قانون هستند تفهیم کنند که به شبکه‌های خود پیام بدهند دولت همه شجره آنها را میشناسد. او در ادامه نگاشته است که اگر این موضوع تا اکنون مهار نشده است، بحث جداگانه و رابطه مستقیم با قابلیت‌ها و توانایی‌های دولت دارد. امرالله صالح تا اکنون درباره این واکنش‌ها اعلام موضع‌گیری نکرده است.
کنگره امریکا اختیارات ترامپ برای خروج از افغانستان را محدود کرد. مجلس سنا ایالات متحده امریکا با اکثریت آرا طرح را تصویب کرد که اختیارات ترامپ در بیرون بردن نیروهای امریکایی از افغانستان و آلمان را محدود خواهد کرد. این لایحه که ترامپ و برخی از جمهوری‌خواهان با آن مخالف بودند، با 84 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف تصویب شد. این لایحه خواهان بررسی های بیشتر از سوی امریکا پیش از خروج نیروهای این کشور از افغانستان و آلمان شد و این دستمزد سربازان ارتش امریکا را افزایش می دهد و بر مدرن‌تر شدن تجهیزات آنان تاکید می ورزد. هواداران ترامپ با محدود شدن صلاحیت های رئیس جمهور در خروج نیروها از افغانستان و آلمان مخالفت شدید داشتند. ایالات متحده امریکا می خواهد که به دستور ترامپ تا نیمه ماه آینده میلادی شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را به 2500 نفر کاهش دهد. پیش از این کمیته تسهیلاتی مجلس نمایندگان امریکا طرح را تصویب کرده است که بر بنیاد آن خروج این 4000 نظامی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری امریکا محدود شده است. آتش بس سنگ بزرگ ارگ ریاست جمهوری در مسیر طالبان. علی موسوی، خبرگزاری افاق. بنبست 80 روزه در مذاکرات قطر سرانجام شکسته شد. بنبست که از نظرش افغانی نشان داد که دستیابی به صلح آسان نیست، اما ممکن است از دید طالبان و حامیان آن گروه، اما اعمال اصلی آن کارشکنی و بهانه تراشی دولت برای خریدن زمان و به درازا کشیدن گفتگوها بود. صرف نظر از این که کدام برداشت به واقعیت نزدیک است، اکنون مذاکرات دوحه وارد مرحله تازه‌ای شده است. اشرف غنی معتقد است که این مرحله دوم روند گفتگوهای صلح است، اما اینکه تا اکنون چند مرحله دیگر تا رسیدن به توافقنامه باقی مانده مشخص نیست. گرچه تای روزهای اخیر آیت مذاکره کننده دولت و طالبان با هم دیدار و روی دستور کار مذاکرات پیش رو گفتگو کردند، اما به نظر می رسد اولویت دو طرف در موضوعات مورد بحث تفاوت‌های اساسی دارد و همین امر نیز احتمالا روند گفتگوها را برای یک دور دیگر با بن‌بست یا کندی موجه می کند. در همین رابطه ارگ ریاست جمهوری می گوید که برقراری آتش بس مهمترین مسئله برای مردم افغانستان است و پیشرفت در روند صلح نیست مشروط به پذیرش آتش بس از سوی گروه طالبان است. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفت که آتش بس از خواسته های اساسی مردم، دولت افغانستان و جامعه جهانی است که از مورد مهم آجندای مذاکرات با طالبان نیز خواهد بود. او گفت که انتظار افغانستان و جامعه جهانی از طالبان در چند ماه گذشته فقط قطع خشونت با پذیرش پیشنهاد جامعه جهانی و مردم افغانستان برای آتش بس بوده و اکنون نیز این خواست اصلی است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را دنبال و سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.